واقعا آدم خفنی بود تتلو. 40 سال گذشت مجلسی. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. 40 سال گذشت. نسل 48 رپ فارسی و شنیده. 48. خیلی جالب. بذارم یه ذره گوش کنی. بذار. خوبه؟ این نسل 48 بود؟ بیت بود؟ خونده بود روش. خوب خون؟ بچه دار شدی؟ و ازدواج نکردم. یکی از همون اتفاقایی که افتاد نتیجهش برای ما مهمت بود. آره توی ترکیه. کجاست؟ الان دانشگاه سن پیتر مارس داره توی مریخ درس میخونه. مریخ؟ آره. ایلین شناسی میخونه بچه. فقط بگو با ایلینا ازدواج نکنه. آره خب آخه پاس مریخ میگیره شنیدم. فکر کن 40 سال پیشه. 2023. چی کار نمیکردی؟ اگر برگردم به اون موقع. الان فرض کن برگشتیم به اون موقع. واقعا زارتمیس رو سوار نمیشدم. این یکی از اولین کارهایی بود که واقعا اشتباه بزرگ من بود. بعد من اینو بهت نگفتم. من گشتم. من اول رفتم بلغارستان. بلغارستان سابق. بلغارستان سابق. دلار چند بود اون موقع؟ اون موقع ترکیه هم زندگی میکردیم. 60,000 تومان. 60,000 تومان. بله تو ایران دلار 60,000 تومان بود. الان 1 تومنه. یادش بخیر. اون موقع 15 میلیارد تومان دادم رفتم تو خواب زمستونی. کثافت بود. خوب بود تو خواب بودی. کثافت من خواب بودم نیدم. کثافت بود. 2-3 بار حتی مارک زاکربرگ اومد خودش مریخ. سال 2023 یه فایت داشتن یاد باشه. زاکربرگ ترکوند ایلان ماسکو اگه یادت باشه. آره. که از اون روز به بعد اون موقع یوتیوب ما برنامه میساخت. بله اون موقع این میکروفون ها مال همون موقع است. بله از اون موقع نگرش داشتم تا امروز. ولی واقعا خب مثلا یه جوریه ها. الان مثلا فرض کن پرواز کنیم بریم گذشته. نه اصلا اونو ولش کن. سخت نیست پیر بشی اینجا. مثلا من از موقعی که پیر شدم احساس کنم باید ناراحت باشم. قبول داری برای همین عصبانی هم؟ تصورمون از پیرا همینه، اینکه حتما باید مثلا ناراحت باشم. آخه ببین واقعا من خودم رو جلو آینه الان میبینم احساس میکنم ناراحتم. خب ناراحت میشی دیگه خمون. مثلا اینجوری میشی همونجوری میشی. آره تاثیر داره یعنی میگم توی روحیه بنده خداها. آقا همم هم اینجوری نیستم. من پیر دیدم یارو اصلا سر پا شوگه. آفرین. یه سوال ازت بپرسم. آخ چه سوال جذابی ازت بپرسم. بعدن سوال آینده‌ام ازت دارم. ولی خوشتیپ ترین پیر معروفی که میشناسی که جورج کلونی پیر نیست. هست دیگه. آخه الان ناراحت میشن اونایی که همسنشن. بشن ها. به پیرم. ولی جورج کلونی چیزه. ولی اگه بخواید جذابیت صدا و فلان و اینا بگی مورگان فریمن. حالا فکر میکنی که معروف ترین شوگر ددی که میشناسی که بگم؟ آخه که بقیه نمیشناسنش. یعنی ایرانی خجالت میکشی بگی؟ نه خجالت نمیکشم، شاید دوست نداشتم. نه نه آدم معروف بگو دیگه. فکر میکنی معروف ترین شوگر ددی مثلا یهو نگو محسن مثلا فلانی دوستت. آه محسن فلانی. خب معروف ترین شوگر، آها اون ایتالیاییه فدریکو فانتینیو، اونی که با همه میرقصید. دیجی که نبود، دوست داشت دیجی باشه ولی پول داشت. اون واقعا شوگر حساب میشه؟ خیلی جوونه. یه جور سر پا. اگه پیرون چند سالشه اون الان؟ اون من فکر نمی‌کنم 47 8 سالش بیشتر باشه. هست، شاید هم باشه. جیان لوکا آفرین جیان لوکاس. آره اونم میشه واقعا. آفرین شوگر قشنگی بود. خوب بود. خوب گفتی. چه جوری این اصلا اومد تو ذهنت؟ یزیدی تو. عاشق شوگریشم. یزیدی تو. ولی آره اون ازدواجم کرد با یه دختر مثلا خیلی چیز. آره حالا که اینو پرسیدم یه سوال دیگه ازت بپرسم. چقدر سوال دارم. فکر میکنی که تا چند سالگی زنده ای مجلسی؟ یه روزی تو این پلنت این ضبط شده، این چقدر عجیبه.
اون سری هم که قرار بود سانحه هواپیما تمام آدزایی که ممکنه تو زندگی عادی برام بود، یعنی برای هر کدوم از سانحه‌ای که ممکنه بمیریم میتونن یه ویدیو هست مثلا میتونن یه دونه چیزو. آره ببین، من به نظرم سنی که خیلی چیزه به سمتش داریم میریم، آخه ناکن پیرا تو گذشته چجوری بودن، انقدر سالم زندگی میکردن و مثلا حالا خیلی داستانا داشته دیگه، طرف عمرش طولانی بوده، اینا که تو روستا موستان دیدی یهو طرف 110 سالشه، خب اون به خاطر تمام چیزای ارگانیکی که میخوره، ما انقدر آتشخال میخوریم و نمیدونم انقدر کثافت کاری و اینا هست که من واقعا احساس میکنم در بهترین حالتش 61ه، بهترین حالتش ها. فکر میکنی تا 61 سالگی عجیب ترین چیزی که میبینی و پشمات میریزه مثل تکنولوژی چیه؟ من این مثال برات بزنم، همیشه اینو به تو هم گفتم، حالا خیلی باحال بقیه گوش کنن. من همیشه میگم اگه برمیگشتیم 40 سال قبل و مثلا 50 سال قبل، 40 سال قبل، جلوی بابا بزرگ من و تو یا یه نسل اونورتر، یهو یه ویدیو کال میکردی تو واتساپ مثلا با عمش که تو بلژیک مرده زندگی میکرد. آها. نه حالا با مرده که الان هم نمیتونیم بکنیم، خب میگم شاید بکنیم. الان فعلا الانو باش، میخوام بابا بزرگ سکته میکرد، آره میگفت این چیه، اون زمان آره. نامه مینوشتن. حالا چه اتفاق عجیبی تو 40 سال آینده میبینی که میگی اگر ما الان ببینیم سکته میکنی؟ بعد انقدر عجیب باشه؟ چرا انقدر میزنم تو رو؟ بعد انقدر عجیب باشه؟ من احساس میکنم مثلا میتونی یه تجربه‌ای که تو ذهنت داری، خاطرت دوباره ریپلی کنی، زندگی کنی. چیزو دیده بودی؟ فیلم کلیکو دیده بودی؟ آدام ساندلر توش بود. الان بگم یه... نباز میگی چه جوری فیلم کلیکو؟ خب نه آخه باز اینم چون ژانرته کمدی، البته یه چیز دستشه، کنترل. بعد میتونه پاس کنه، میتونه بره گذشته، میتونه بره آینده و اینا. تهش هم میخواد بگه که چه دستگاه کوسشریه این. اون دقیقا همین بود، مثلا میرفت آینده پیر شدن خودش رو میدید، بعد میدید که بچه‌هاش چجوریان و اینا. من احساس می‌کنم یه همچین چیزی حالا با AI اون نمیدونم ویژن پرو فلان و اینا میاد که تو میتونی مموری که داشتی و بری تو همون لحظه دوباره همون حداقل یه سوالی دارم. آها، میتونی ببینی مثل VR؟ نمیتونی بری تو اون دنیا مثلا زندگی کنی؟ اگرم بشه به عمر ما نمیرسه، ولی این به عمر ما میرسه. آره این که آره، منم احتمالشو خیلی زیاد میدونم که بتونن ریکاور کنن مموری مغزتو. آره آره اینو هستم. چقدر احتمالاً هم اولش میدونی از کجا شروع میشه؟ مثلا تو فرض کن من و تو مثلا فرض کن ولاگ گرفتیم. خب این ولاگه که تو همون ولاگم بود، اونی که گذاشتی میری تو همون دنیایی که خودت ریکوردش کردی، یعنی اونی که اومده یوتیوب تو یا هر پلتفرمی که هست رو نگاه میکنه، خودش میره تو چش پاشا میره ایتالیا. حالا خودت هم میتونی با خاطرات خودت همین کارو بکنید. یعنی اولین چیز بیسیک ترینش اینه که خودت یک بار خاطره رو ریکورد کرده باشی که بتونی دوباره تجربهش کنی، ولی بعد پیشرفتش میره به یه سمتی که دیگه ریکوردم نکرده بودی، مهم نیست، هست تو ذهنت دیگه، همون چیپ هست. میدونستی که حالا میدونی اینو برای چی گفتم؟ چون اگر امکان تغییر داشتن در اون پروسه تو، مثلا اون کسی که داره ویو میکنه، مثلا فکر کن میره و وسط سفر ایتالیایی تو خودش رو میکشه مثال، خب کل فرمول تو رو به هم میزنه دیگه. میدونی که یکی از چیزایی که میگن چرا سفر در زمان امکان نداره اینه که فرضیه پدر بزرگه. میگن اگر تو برگردی به زمان قبل و پدر بزرگ خودتو بکشی، خودتو نقص کردی، وجود خودتو نقص کردی دیگه. برای همین میگن فقط سفر پدر در زمان تو نباید بکشی. اصلا میگن سفر در زمان به خاطر این امکان پذیر نیست، یکی از پارادوکس هاست، پارادوکس پدر بزرگ. خب تو اگه برگردی با بزرگتو بکشی، پس الان تو اینجا چیکار میکنی؟ اگه سفر در زمان بکنی، فکر کنی گیم باشه، فقط با بزرگتو نمیتونی بکشی، مثلا دستت از توش رد هولوگرام یارو خیلی یارو بکشی تو نیستی. ببین مامان بزرگتو بکشی تو نیستی، مامان باباتو اصلا نمیتونی و خیلی یارو نکشی، اونا لاکن تو بازی. حالا نباید بکشی دیگه، نه نمیشه، اصلا به هم میخوره، اصلا همه چی به هم میخوره. خب پس نمیشه، یعنی نمیریم عقب؟ نه خب اینو هم نفهمیدن دیگه، اگه بریم خیلی عجیبه، چجوری میریم عقب ولی میتونیم یه چیزی رو عوض کنیم که توی به وجود اون اوکی میتونی بریم مثلا پولدارتر بشی الان، خب اون مهم نیست، ولی اگه بری یکی رو بکشی که خودتو به وجود آورده چی؟ آقا الان این هفته خب یه بحث جنجالی بود یوفا، فردای اون اپیزود قبلی که اومد یوفا، کاش مثلا یه روز قبلش میومد داغ اون موقع میگفت. ولی حالا ببین آقا، ببی اصلا یه ذره راجع به یوفو صحبت کنیم، بعد من میخوام برم توی دنیای دیگه. این چی بود نظرت اصلا؟ اینو خوندی؟ آره من خیلی تحقیق کردم، آخه خیلی در موردش مفصل صحبت نکردم به خاطر اینکه یک کمی ممکنه که نظرات با من یکی نباشه. من برای اینکه یکم دقیق‌تر نگاه کردم و یه سری اتک میشه بهت دیگه وقتی اینو میگی. ببین اون جلسه هیرینگ بود، جلسه‌ای بود که فقط از این سه نفر درخواست میکنن که بیان حرفاشونو بزنن و فعلا گوش کنن، چون اون سه نفر ادعا میکنن که آمریکا یعنی دولت داره یه چیزای مخفی میکنه، حرفشون اینه. خب ولی اولا که بک‌گراند اون آدما رو اگه بری چک بکنی، یکم بک‌گراندای عجیب غریبی دارن، چندین بار این حرفا رو زدن بدون شواهدی،
چندین بار مثلا یکیشون میگفته واکسن خیلی چرت و پرته، اصلا واکسن کرونا چیه فلان، یعنی از این آدم ها هستن، اینو در نظر بگیر. نکته بعدی، وقتی صحبت به یک جاهایی میرسید که میگفتن که خب میگفتن شواهد، بعد شواهد رو کنی تو اگر اومدی دیگه، میگفتن یا میگفتن برای ما خطرناکه، یا میگفتن میگفت تو دیدی، میگفت نه ما دیدیم، ما میشناسیم کساییو که دیدن. مسخره بازیه به نظر من یه مقداری. هنوز من اینم توی پرانتز اولش بگم، من 100% به وجود زندگی فرازمینی ها، ایلیان هم نظرم UFO. هر چیزی موجود فرازمینی اعتقاد دارم، یعنی 99.9% اعتقاد دارم. یه جمله جالبی هم وجود داره، اون روز هم شنیدی یا نگفتم، یه چیزی از جمله من نیست، میگن که چه ما در این دنیا جهان هستی تنها باشیم، چه آدم‌های دیگه‌ای موجودات دیگه‌ای زندگی می‌کنن، هر دو حالتش ترسناکه. خب این خیلی جمله باحالیه. آره. اگر بفهمی تنهاییم خیلی ترسناکه پاشو بین این همه کهکشان، این همه راست چیز میگه. اگر بفهمی نه تنها نیستیم باز ترسناکه، یزید من چی کار کنم نترسم، خیلی ترسناکه. آره خب باید نفهمی که همین الانیم. آره. خب این سه تا اومدن یه سری حرفا زدن، خیلی مستند نیست و شواهدی بابتش نیست. و یه حرفای جالبی، آدمایی که من دنبالشون میکنم و حرفه‌ای، چند تا حرف جالب میگن. آقا چطور میشه که هر داستانی از یوفو تعریف میکنید پیش زمینه انسانی داره؟ مثلا شما توی حرفاش میگه پایلوت خلبان، یعنی اونا توی تکنولوژی خیلی جلوتر از ما، بعد با خلبان مثلا یوفو میفرستن اینجا و سقوط میکنه خلبان. مثلا اگه اینقدر پیشرفته است که سفر بین ستاره‌ای میتونه انجام بده، میدونی که ما اصلا تا حالا سفر بین ستاره‌ای برام مقدور نبوده، خیلی طولانیه مسیرا. اگر اینقدر با این قیافه، چقدر دارم این چیزا رو جدی با این قیافه آخه باید بگی، اگر میتونسته سفر میان ستاره‌ای به این طول زیاد انجام بده، اینقدر تکنولوژی داشته که با پایلوت نفرسته، خلبان نفرسته اون تو بیاد اینجا سقوط کنه، اون یه ماشین میفرسته بیاد اینجا دیتکتت میکنه، اوبر رو میفرسته اینجا مثلا با یارو بدون سرنشین. ولی در این که میام خیلی بد شانسی آخه کو میای اونجا، بعد یهو مثلا میافتی چی میگن سقوط میکنی اونجا، بعد یه عده آدمی که از تو مثلا 100,000 سال عقب ترن پیدا کردن، انگار ما رفتیم به جایی که انسانهای اولی هم. آره دیگه، فکر کنم مثلا پورش پانامرا میری لای مثلا اونا همه دارن مثلا با برگ و اینا، بعد مثلا یه واتساپ تو در میاری یارو آتیشت میزنه یا هاگا بوگا میگه اینو، یعنی این دشمن ماست، یعنی این دشمن ماست، ولی تو فقط میخواستی کال ساده بکنی، میخواستی اصلا استوری بذاری تو واتساپ. شاید این ایلین هم افتاده بدبخت، میخواستی آدمایی که تو واتساپشون استوری میذارن به نظرم عجیبن، تو هم میذاری؟ آره خودت عجیب. خب چرا عجیبین؟ نه به خاطر اینکه یه سری آدما توی واتساپ منو دارن که توی اینستاگرام منو ندارن. آره و آخه آدم های خیلی فرمالی هن، و ذاتش هم یه مقدار فرق میکنه. مثلا اگه دقت کرده باشی یه سری بعضی یه سری خبر میذارن، چیزای باحال میذارن، من بعضی وقتا نگاه میکنم خب، ولی مثلا من وقتی میرم ویورامو نگاه میکنم، یه مود باحالی داره بهت بگم، اینجوری نگاه نکرده بودی، خیلی ها رو مثلا 3 سال پیش طرف تو دوستت بلاک کردی، نه اون حال با اونجا هم بذار برسیم، خیلی ها رو بلاک کردی 3 سال پیش، یارو بلاکه، یه دختری بوده باش تیک و تاک زدی دعوا شده بلاکش کردی، 3 سال بعد میبینی داره هنوز استوری های واتساپ تو میبینه، دلت یه جوری میشه میگی دیگه آن بلاکش کن، بعد یه اتفاقی میفته. این یه داستانه، یه داستان دیگه همین چیزی که گفتی، باعث مسیج زدن میشه، بعد قبول داری دایرکت مثل مسیج واتساپ حساب نمیشه، اصلا حسش جنسش متفاوته، کسی که بهت واتساپ مسیج میزنه احساس میکنی دیگه واقعا یه کاری باهات داره، حالا مثلا یا اگه میخواد تیک بزنه دیگه رسما داره تیک میزنه، تو مقصد نهایی واتساپه، تو همه کارو میکنی میکشونی طرفو تو واتساپ داره، اونجا دیگه باهات کار داره دیگه. پس اگر یه عکس دلبری میذاری، حالا من خودمو نمیگم، حالا منم میذارم نمیگم، اگر میذاری یه کسی تو واتساپ برات قلب رو میزنه با قلب ریاکشن اینستاگرام متفاوته، قبول داری اینو؟ خیلی این قلبه اصلا، اون شوخیه، اون شوخیه باریکلا. ببین بذار برگردیم رو همون الینه که بود، ما تو مصر که اصلا وسط یه جای دیگه است و اینا، یا اون اهرامو داریم درسته. که خب جزء عجایب هفت‌گانه است و اینا، که اصلا اون موقع چه جوری همچین چیزی رو ساختن که بعد میگن اصلا احتمال این که اینقدر دقیق، بعد مختصاتش که میدونی که اصلا من خودم استوری کردم، آره اصلا با سرعت نور، مختصات جغرافیاییش با سرعت دقیق نور یکیه، اون میتونه مثلا نمیدونم اتفاقی نمیتونه باشه، اتفاقی دیگه حال نمیدونم، ایناش داستان عجیب میکنه و میتونه این فرضیه باشه که اونی که حالا سفر تو زمان کرده یا هر چیزی، خب اون موقع رفته اون تکنولوژی اون موقع ساخته شده. بعد اصلا میگن روی پترنای چیز اهرام ثلاثه اون شیر و فلان و اینا که هستش، میگن یه سری از چیزایی که پیدا کردن شبیه اون فرازمینی هاست که انگار از اون موقع این حالا شایعه است یا هر چیزی که هست از اون موقع رایج بوده بین آدمایی که اونجا، میتونه باشه.
ولی من بیشتر میدونی که من آدمی هم که طبق شواهد صحبت میکنم و فکت و میتونه باشه رد نمیکنم اون چیزی که تو میگی. من یه چیز جالب دیگه که میخوام بهت بگم، 40 سال آینده که ما برنامه رو کانسپتش رو همون هم گذاشتیم، قطعاً تعداد زیادی آدم رو مریخ زندگی میکنن و ممکنه نه تنها دیگه رو مریخ زندگی میکنن. یه جمله چند شب پیش بهت گفتم خیلی حال کردی، باحال بود، رو پشت اون بودیم بشیم ستاره و ایسکا فضایی رو نگاه میکردیم. از اولین باری که انسان ایسکای فضایی توی فضا درست کرد و رفت، یه جمله هست میگن از اون سال به بعد که سالها میگذره، دیگه از اون به بعد همیشه یک نفر روی زمین نبوده، حداقل تا همین امروزی که من تو صحبت می‌کنم. آره. خب یک نفر توی ایسکای فضایی بود که الان 6 7 نفر هستن. آره. خیلی کانسپت جالبیه. چند سال آینده، یعنی 40 سال آینده، تعداد اونا میره بالاتر. تعداد اینا میره بالاتر و توی سیاره دیگه، ما تا حالا توی سیاره دیگه زندگی نکردیم، تو ما هم قرار پایگاه داشته باشیم، یعنی پخش و پلا میشیم. من دوست دارم بدونم که بعد از این دوتا کجاست. تو مریخ که قطعاً 2063 آدم داره زندگی میکنه. خب آره. قطعاً، یعنی ممکنه حتی مثلا 10% جمعیت زمین رو مریخ باشن 2063. خب حالا بعد ببینیم 90% دیگه کجاها رفتن، چیا کشف کردن. یا تو میگی مریخ اون اصلی است؟ نه، مریخ اصلی یعنی. نیست. مریخ تنها جایی که ما دسترسی داشتیم، فهمیدیم قبلا توش آب بوده، میشه یه کارایی کرد، قطعا اصلی نیست. اگر اون یوفو ها و ایلین هایی که تو داری ازشون صحبت میکنی بیان و وجود داشته باشن و ارتباطی با ما برقرار کنن، میگه بابا تو کجا بودی سیاره قبل، مثلا دو تا کوچه قبل رو نیده بودی، مثلا کلاب داره، مثلا آره میرفتی اونجا، مثلا خیلی خفن تره. ببینم تو الان اگه یه دونه ایلین ببینی میترسی 100% دیگه؟ آره دیگه، یعنی اول میترسی، بعد فرض کن اون تو رو ندیده، مثلا اینجا وایسادیم یهو اون ته، قبلا هم بهت گفتم مثلا جو 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 جو. نه مثلا اون ته داره از اون پشت میره. خب اون تو رو ببینی اینم داره اینجوری قوس کرده، حالا همون چیزی که تو ذهنمون شکل ایلی یعنی که همیشه میشه داره میره دیگه، داره میره. تو دقیقاً چیکار میکنی بعد از اینکه استوری میگیری؟ هیچ کس دیگه نیست میگه بعد واقعا چرا اول بعد تو این شرایط استوری بگیری؟ نمیگیری؟ چرا استوری میگیرم من، تو اصلا فکر کنم ببینم تو خودم نشستم اینجا هیچ کی نیست دارم میگم مثلا فلان، واقعا ببینم میرینم تو خودم. خب ولی نمیری اصلا سمتش؟ به خدا دوست دارم برم ولی نمیرم، ولی نمیری. دروغ میگم اگه بگم میرم. تو میری؟ آخه میترسم برم بابا، یه زغال اونجوری برمیگره نگات میکنه، اون نگات کنه میرینی تو خودت یزید، چی میگی؟ نه خب من که نمیگم چیزی، فکر کردم تو میری، دارم فکر میکنم مثلا راضی که رمز اون سیستمو بفهمی و بعد بمیری. رمز اون سیستمو میدونم، نه دو تا مثلث با ضرب در دو. نه این مثلا طرف بیاد سمتت یه کانورسیشن، اینو اون روز از من پرسیدی، من دوست ندارم، من اوکی ام اینو بفهمم که رمزو بفهمی بمیره. با من دوست دارم بفهمم یه حداقل 2 ساعت بعدش حال کنم. تو فهمیدی تو جواب بزرگترین سوال بشریت رو فهمیدی، خب بعد مردی، همونجا مردی، حداقل 2 روز صبر کن بعد بمیر، بری به دوستت بگی خب خانم سلماز، خانم آتی، خانم یاسی، خانم یاسر، ما اینو فهمیدیم رمز بشریت رو. خب بعد کی میگی میمیری؟ هیچکی، تو خودت فقط میفهمی. بابا نمیخوام خودم بفهمم، من دوست دارم برم با 4 نفر صحبت کنم. با 4 میسی نیست، با 4 میسی نیست. ببین یک بیچاره. ببین یکی از چیزایی که خب من میدونی عشق ماشینم و هواپیما، یکی از چیزایی که یعنی کلا میشه حمل و نقل دیگه، چیزی که میدونیم احتمالاً قراره که تو به جای رو آسفالت پرواز کنیم بین خیابونا دیگه. اولین ماشینم میدونی که جواز گرفت یه ماه پیش، خب اولین ماشین پرنده دنیا تونست جواز بگیره. خب گواهینامه چی بود دیگه؟ اونا مثلا باید بری جداگونه همین چیزا رو بگیری. ببین قوانین جدیدی باید وضع بشه، این بدترین چیزه، یعنی گواهینامه‌مون دیگه به درد نمیخوره، باید بری دوره جدید درون ببینی، حالا اسمش هر چیزی از اون ماشین، ترافیک هوایی باید بری بخونی بابا، ولمون کن. بعد ترافیک نمیشه، از زیرش میندازی سبقت میگیری میری دیگه، به همین راحتی. بعد ببین فقط این نیست، تو وقتی داری میری رو هوا باید یه سری چیزا رو در مورد آب و هوا بدونی، باید تو خونه مردمو نبینی. اوه خونه رو من بهش فکر نکرده بودم، بریم بالا ببینیم. خب خیلی بعد اگه تصادف بشه بزنی طبقه 32 برج چی؟ خب اینکه بد شد تو خیابون حداقل به برج نمیخوری. راست میگی، با خیلی بد شد. تو چی فکر میکنی 40 سال دیگه؟ قطعا اینجوری انقدر راحت تو خیابون نمیریم بیایم. برقی که همه ماشینا برقی ان، اونو ولش کن. خب آره من میگم کلا نقلیه عمومی خیلی خفن میشه. مثلا چی آخه خفن یعنی میشه؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا از این مدل هاست که مثلا میشینی توی اون قطاره یا هر چیزی یو میری یه جای دیگه اصلا. خب اون سرعتی که تو تعریف کردی از لحاظ فیزیکی بدنمون خیلی نه نمیدونم، یعنی منظور آخه من دارم خیلی آینده رو میگم دیگه. مثلا اون تصویر عجیبی که از ژاپن دیدیم هممون، سفینه ها رو هوا ان، مترو اینجوری پیچیدن تو هم دیگه و فلان و اینا، من احساس میکنم دیگه به یه سمتی میره کلی ماشین رو هوا سعی دقت کرده باشه. آره من احساس میکنم کمتر میشه،
من پیش بینی مو بگم، اول وسایل حمل و نقل عمومی هوایی میشن که همشون لایسنس دارن، رانندگیشو شما لازم نیست انجام بدی. یعنی مثلا 10 سال 20 سال فقط رو هوا تاکسی هوایی میبینی احتمالا، نه اینکه تو بری ماشین تو برداری بری بالا. بعد کم کم مثلا میگن ای آقای مثلا جکسون جیب جابیان از مثلا کالیفرنیا چیزی یه دونه ماشین خریده که بعد دیروز ایشون پرواز کرد مثلا فقط این یه نفرم مجرد. آره بعد دیگه کم کم نمیشه ما از همین الان بریم ماشینش. آخه میدونی از تو همین ترکیه هم دارن تولید میکنن، درون بزرگ تولید کردن خود ترکا، همه جای دنیا دارن تولید میکنن. توی چمن به ترتیب بخوام بهت بگم تو 10 سال آینده سیستم اتوپایلوت خیلی قوی میشه که الان خیلی جای دنیا هم داره امتحان میشه. یعنی دیگه میشینی تو ماشین، ماشین خودش میره. آره. رانندگی نمیکنی عملا، انگار راننده داری. بعد از اتوپایلوت میره تو سیستم هوایی و با حمل و نقل عمومی، پیش بینی منه مثلا تو 20 سال آینده زنگ میزنی اوبر درون میاد میشینی توش. من الان داشتم ویدیو فراد کاشانی رو میدیدم، یه ویدیو یوتیوبش گذاشته، نام دیدی یا نه، تو آمریکا الان با درون سفارشاتو میارن. آها آره. آره مثلا آب آره. پرتقال سفارش داد یهو درون اومد اونجا آب پرتقالشو گذاشت رفت. یعنی چی اصلا؟ خب این اتفاقا میفته تا فکر میکنم 50 سال آینده، اون موقعیه که اگر مثلا ماها بچه چیزی داشته باشیم 50 سال دیگه میتونه خودش پشت فرمون تو آسمون بره. آره. و یه سری قوانین رو مثلا یه شیلد جلوی تاور ایجاد میکنن که اون این ماشینا وقتی میره نمیره، این گاردریل ولی این گاردریل ولی مثلا برقیه مثلا. چقدر عجیب جالب شد. ببین من حالا داشتم کلا این موزیک هم فکر میکردم دیگه، صنعت موزیک خیلی عجیبه. تو ناکن الان یه سوال تو پرانتز از موزیک ازت بپرسم، یک نفر آرتیست یا یک بندو بگو که بهشون میخورد 2063 باشن الان. ترجیحاً اگه ایرانی بگی بهتره. 2063 باشن، یعنی بیشتر بهشون میخورد تو آینده باشن تا الان. من اولین نفری که اومد به ذهنمو میگم همینجوری بگو. پوبون. جالب بود. نمیدونم اما همینجوری گفتم، یعنی به نظرم چون یا یعنی اگه 2063 این آدم رو بیداره همین کارو میکنه خیلی تعجب نمیکرد. آره پوبون. تو کسی دیگه تو ذهنت بود؟ من به اندازه تو اطلاعات اون شکلی حالا در همون حدی که گوش میدی. خشی هم یه لحظه فکر کردم. یا پوبون یا خشی مثلا دقیقا. دوتا رو میتوستم تو آینده. حالا یه چیزی بود، ببین کلن مسیر موزیک اصلا یه سمتی داره میره. چند روز پیش خونه همین دوستان بودیم یه موزیکی پلی شد که تو میلادم میشین صحبت میکردین که دیگه ما اینو دیگه قشنگ نیستیم، یعنی اصلا دیگه واقعا نمیتونیم باشه ارتباط بگیریم. که خود تو هم نبودی. من همین میخوام همینو بهت بگم، من چون بحث شما رو نبودم توش، میخوام اینو بهت بگم که اگه الان منم دارم به اون موزیک، منم نمیتونم این موزیکو گوش کنم. حالا تو فکر کن 40 سال آینده واقعا یه چیزی میاد که تو ببین دقیقاً دیدی مثلا من الان برای بابام کیو بهت مثال بزنم، مثلا هیچ کس، حالا هیچ کس هم میتونه گوش کنه زد بازی، نمیدونم حتی یه سری از این دیسا مثلا فرض کن یه نسبتی که تو دلکش نمیتونی گوش بدی. آره حالا با حالا دلکش واقعا نمیتونم گوش کنم، ولی اصلا تو همین قدیمی ترا واقعا نمیتونن با رپ فارسی کانکت چن دیگه، کاری ندارن به اینا اصلا. منظور این که مثلا یهو نمیتونی گادپوری بذاری بابای من گوش کنه، اصلا نمیفهمه چی میگه. حالا ما همین اتفاق داره الان برام میفته، متوجه احساس میکنم خیلی زود، یعنی مثلا بابای من الان 75 سالشه نمیتونه با میگه، من اصلا 29 سالمه 30 سالمه، من هنوز نمیتونم با اون چیزی که یه بچه الان مثلا 20 ساله داره گوش میده ارتباط بگیرم. سرعت تکنولوژی خیلی زیاد شده، دلیلش اینه. اون موقع تکنولوژی وجود نداشت این شکلی، الان دیگه دست بازه، هنر داره بیداد میکنه دیگه. و 60 ساله دیگه واقعا مثل اون چیزی که اول اپیزود گذاشتیم ممکنه. من خب اون یه استوری که گشته بود، دو تا گربه بودن داشتن با هم دیگه فیس میکردن. خب بعد حالا من نمیگم دیگه، چون یکی دیگه گشته بود زده بود فیت دو نفر اسم گشته بود، بود فیت این دو تا با هم دیگه، چون واقعا همون صدا رو میداد، انگار واقعا دو تا گربه داشتن با هم فیس میکردن، دعوا میکردن، ولی خب اون موزیک اومده بیرون. خب من میگم احساس میکنم همین میشه دیگه، یعنی دیگه موزیکو، چون الان موزیک اونورم همینه. بعد کانتنت موزیک عجیبه، مثلا یارو اومده کلا راجع به اینه که مثلا حالا دختر خرابه کلا تو موزیک خودش، خب داره این قضیه رو همینجوری داد میزنه میگه. حالا ما کاری نداریم با این قضیه، ولی دارم میگم خب این اگه الان انقدر همه چی اوپن ماینده 40 سال دیگه چه جوری میشه؟ موزیک ویدیوهاش اصلا چه شکلی میشه؟ موزیک ویدیوهاش الان هم هست دیگه. موزیک ویدیوهاش هست. خب ولی خیلی جالب میشه. دوربینا چه شکلی میشه؟ اصلا دوربین نداریم. چشه؟ با چشت میبینی؟ چشه. یعنی فکر کنم میخوام فیلم سینمایی بسازیم؟ 40 سال دیگه نه اصلا پلنت میخوام ریکورد کنیم، کی بگیر ازم؟ یکی دیگه میاد با چشش نگامو میکنه، زور زده تو چشه دیگه، تو نباید بخندی. داداش یارو شاید بخواد بره جیش کنه یه دقیقه وسط اپیزود. با
همونجا یه پلک میزنه تا اونجا رو پاز میکنه میره جیش میکنه میاد. بیجا کرده ما داریم حرف میزنیم، نباید پلک بزنه، نمیشه که. نه دوربین اساس میکنم شاید یه دیوایس میشه، من فکر کنم خیلی کوچیک میشه با کوالیتی خیلی بالا، خیلی نمیشه چشم مثلا سه نفر بعد به جای دوربین بعد ببخشید بعد تو خونت میخوای یه نفر دیگه رو بخوابونی هر شب به جای مثلا کوله دوربین داریم توش دوربینه. و اینا که از فیلم خصوصی میگیرن چی، یه نفر همینجور زل زده به نگاه میکنه فیلم پورن میخوای بگیری یکی دیگه خم شده و پایین ببینم این چی بود. بعد یارو من آخرش میفهمی اصلا فیلم نگرفته، ریکوردو نزده، فقط نگاه کرده. و ببین تلوایت داره قشنگ. آفرین. یه دقیقه زوم میکنی ببینم اونور مثلا چه خبر. آفرین. آره دی تلوایت داره، من فکر کنم لنزشو بذارم رو چشامون دیگه. یعنی دیگه شبا تلسکوپ نمیبرم بارا، میرم بارا نگاه میکنم. ببین 20 ثانیه خب میتونی به هر سالی که دوست داری بری، از آینده گذشته هر چی تو دوره زندگیت میتونه باشه. تو 20 ثانیه هست نمیرم گذشته، من اصولا گذشته رو توی سفر در زمان انتخاب میکنم با اینکه من فکر کنم میرم آینده، ولی چون 20 ثانیه است قطعا میرم آینده و چه سالی دوست داری میدونم میرم. یه جوری میرم که دیگه نگم الان ماشینا رو هوا هست یا نه، میرید یهو 400 سال دیگه مثلا. آره میرم 400 سال دیگه ببینم چه خبر. باریک الله 400 منطقی بود، منطقی بودی چون ممکنه بعدش انقدر ملت هم دیگه رو داغون کرده باشن هیچ چیزی نمیده باشه. فکر کن میری 400 سال دیگه هیچی نیست، بعد برمیگردی ویدیوشو گذاشتم میفهمی بیگ بنگ، انیمیشن هم هست یه بیگ بنگ برعکسش، یعنی آره بنگ بیگ بنگ بیگ. دقیقا هم اتفاقی که ویدیوشو گذاشتم تو اینستاگرام داوود درست کرده بود برام، پسر رفیقمون. آره دیگه دقیقا همونه، من تنها تو ماه بودم زمینم داشت به فاک میرفت. این احتمال خیلی زیاده که ما خودمون زمین ما آره ما همین کارو میکنیم. تو کجا میرفتی چند سال دیگه؟ من میرفتم 100 سال دیگه. یه سوال دیگه که من تو دارم. آره لباس پوشیدن چطوریه؟ آفرین آزاده. یعنی چی آزاده؟ کلا تو دنیا یا همه هر جوری دوست دارم میپوشم. نمیتونم بپوشم. نه نمیتونم. شما اینجا لخت مادرزاد برو بیرون جلوتو میگیرن. آها تو منظورت اونه. ببین همه چی برمیگرده به حالت کلاسیکش به نظر من، هم آروم آروم. ببین من میدونی که اینو فهمیدم سبک موزیکای دیگه، مثلا ویکند دیدی این موزیکه که در هی ما میذاریم گوش میدیم، این چیه؟ این موزیک دهه 70 آمریکای دیگه، که یه دونه دیگه هم هست تو تورکا من گوش میدم وینتیج آنتی دپرسان اسمش. خب اونم موزیک قدیمیه. الان موزیکای ایرانی هم حتی گوش کنی دارن ساوند اون موقع قدیمی رو ذره میارن توش. من احساس میکنم ببین همه چی به ته خودش میرسه، دوباره برمیگردی از اول، میریم رو بیسیک، میریم مینیمال فشن. یهو یارو از این سیگار چیزا داره که مثلا مرلی مون رو میکشیده. ببین استیو جابز و مثلا زاکربرگ و اینام دیدی لباس پوشیدنشون رو دیگه، ساده. اونام تست همینه دیگه که آقا هیچ وقت قدیمی نمیشه، بعد برگردی به اون چیزی که روتش بوده. یعنی تو میگی تو لباس پوشیدن یک فول آزادیه، مثلا 50 سال دیگه یعنی تو میتونی همینجوری لخ بچرخی. وا یه چیزی را بندازم همیشه بهش فکر میکنم. آره ولی قبلش من اینو بگم، ببین ما تصویرمون از آینده خودمون بوده که اینجا نشستیم دیگه. تو مطمئن باش حالا ما باشیم یا نباشیم 40 سال دیگه این ویدیو رو ببینین، تیپ من و تو عجیب نیست، چون این یه تیپ روتینه. تو یه تیشرت سفید پوشیدی، این 40 سال پیش هم یه نفر اینو میپوشیده. آره نمی‌چی میگم. ببین بیا در مورد این صحبت کنیم، در مورد نه ریلیشنشیپ، در واقع روابط سکشوال 50 سال آینده. باز یه مثال برات بزنم. بزنم یه مثال. ببین الان تو هر جای دنیا مخصوصا ایران وقت دختر و پسر وقتی دوره همی یه شب میرن، به هر حال ممکنه یه اتفاقاتی تو همون شب بیفته، حالا نوش جون هر کسی که هر اتفاقی هم دوست داره میفته، ما کاری نداریم به اون قضیه. همین اتفاق 50 سال پیش اگر برای بابا بزرگ من و تو تعریف میکردی سکته میشه، خون و خون ریزی، سکته مکته که آقا مگه میشه یه شب مثلا بیناموز. خب 50 سال پیش آیا مثلا توی نروژ هم طرف سکته میکرده؟ این فرهنگ ما هم هست. آره به فرهنگ که رب داره، ولی 200 سال پیش تو نروژ هم سکته میکرده دیگه. خب حالا برو 50 سال آینده چه چیزی همینقدر عجیبه؟ خب تو ایران که الان یعنی ما برامون فرق، تو ایران میشه مثلا الان مثلا دنیا، شاید یه ذره مثلا جلوتر است چیز، یعنی ما همیشه اصولا لحاظ تجربی و اینا عقب تریم دیگه از اونور. خب من احساس میکنم مثلا میره اون سمتی که عادیه. مثلا خب من الان من وقتی خودم تو سن خودم همه چی رو تجربه کردم، همه چی دیدم، خب وقتی دخترم یا پسرم بیاد راجع به چیزی با من صحبت کنه، من هیچ سری دیدم که میفهمم داره چی میگه، ولی بابای من شاید تو اون دهه ندیده. خب یه ذره کانکشن سخته، برای همین نسل وقتی میره جلوتر. نظر تو از ایران اینه کلا دنیا چه شکلیه؟ کلا هم دنیا الان مثلا برو تو هلند همه چی همین الان آزاده، 50 سال دیگه چی میشه؟ شاید برعکس شه، اونا شبیه ایران میشه.
حالا من فرضیه خودمو بگم. ببین وقتی به گذشته نگاه میکنی میبینی که هی روز به روز روابط سکشوال داره تو دنیا آزادتر میشه و یه سری تفکرات داره پاک میشه. من احساس میکنم که هم دارکه چیزی که میگم، ولی احساسم اینه، احساس میکنم 50 سال دیگه 60 سال دیگه البته تو کشورهای جهان اول همچنان حالا همون کارشون سعی را میندازن تموم شده، اصلا تو خیابون مثلا دکس، حالا الان هم تو خیابونهای خیلی جاها هست که برید سکس بکنی بیای، اونو کاری نداری، اون نه، منو تو داریم رام، منو تو که نکنیم، مثلا داریم رام میریم تو خیابون، یهو یه دختری میبینی اونم داره میره سر کار، تا حالا ندیدیش، یه نگاه به هم میگه، تو صف استارباکس برمیگردی به هم نگاه میکنید، میگی که مثلا اینه بلک میرر، اون جوناتون پر میشه، کانکت میشیم، میگی آره، میگی همین الان بریم، میگی بریم مثلا یه دکه اینجا 10 یورو میندازی تو دکه، در باز میشه، چرا به دکه پول دادیم؟ برای اینکه کولر داره، تخت داره، تو خیابونی ها نبردی خونه طرفو. آها الان میخوای، فهمیدی؟ آها اونجا من فکرم الانو میگی، اصولا همه الان میخوان خب، ولی چون موقعیتش نیست سب میکنن تا بالاخره بشینن شب دورم پیکی بزنن. خب یه چیزی بهت بگم، خب اینجوری میشه دیگه، میگه آقا تو صف استارباکس دختره رو میبینه، میگه چقدر شما مثلا زیبایی، میگه که الان اگه اوکی هستی کاش اینجوری نشه، اکسپت کن، میدونی چرا اکسپت میکنه، میری تو کلبه 10 یورو رو میدی، کاش اینجوری نشه، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اون دست یافتنه باحاله، اصلا اصل چالنج اونه خب، ولی تو الان نگاه کن دست یافتنه الان با 50 سال پیش قابل مقایسه است. من یادم زمان نوجوانی خودم میرفتم یک ماه دست یک دختر رو میگرفتم، کافینت با هم میرفتیم، ما بعد از یک اون از الان باحال‌تر نبود، لپشو میبوسیدی، اون از الان باحال‌تر نبود، بگو اگه نبود بگو، یزید زخم بستر گرفته بودم چیش باحال، خب نه آخه سنمون هم پایین‌تر بود، ولی واقعا هیجان زیادی، خیلی هیجان، هیجان طولانی‌تری امتحان می‌کردیم، خب وقت تدر می‌رفت، ولی احساس می‌کنم الان تو این سن، خب حالا شخص خودمو میگم، سعی میکنم تو روابطم برای خودم اون چالنجر رو ایجاد بکنم که حال کنم با اون پروسه‌ای که داریم، چون انقدر همه چی راحت شده که میتونی اون حاله رو نکنی، خب میتونی خیلی راحت تر به نتیجه برسی، اون موقع خیلی اوضاع خیته، خب یعنی اون موقع تو دیگه باید فکر کنی الان هیجان رو چجوری ایجاد کنم 50 سال آینده، الان که همه چی اینجوری شده متوجه، یعنی کاری که ما تو ببین، حتی در مورد ببخشید سر قضیه رو باز کنم، مثلا فرض کنید چیزایی مثل گروپ سیکس، نمیدونم چیزایی که اصلا وجود نداشته تو فرهنگ سری از کشورها تا 50-100 سال پیش، الان که یه چیزایی میشنوی پشمات میریزه، الان میشنوی پشمات میریزه، خب پس 50 سال دیگه قراره چه اتفاقی بیفته، یعنی میفهمی چی؟ برای همین میگم تصویر از آینده یه جوریه که شاید دنیا تموم میشه، میگن دنیا به آخرش رسیده، واقعا نمیشه، توی پروسه آدما تطبیق پیدا میکنن، همون جوری که با بزرگ من و تو الان خودش هم ویدیو کال میکنه با واتساپ، قشنگ گفتی سوس ماس. تو فکر مثلا خود غذا، غذا چه جوری میشه؟ خیلی پک میشه و کنسرو میشه، مثل الان تو ایسکا فضایی چجوری غذا میخورن، من فکر کنم دیگه اون لذته حال نمیده، من فکر میکنم مثلا به جایی میرسیم با یه قرص مثلا سیر میشیم دیگه، لذته ای پرنده پس من یه ترک سیاهش بوریم هفته دیگه چی؟ به خدا نمیدونم، بسه دیگه، پلنت دیگه، خداحافظ. مهمت رو فهمیدیم چی میخونه؟ بازم بوز ها؟ آره ما پیریمون اینجوریه به خاطر ادیس زیاد دیگه، من هم یک پشبازو میذارم، من رفته بازم در بیا پیرم انگوشتای تو مگه نباید چیز میشود اینجا رو بکنم انگوشتای کامبیز مگه نباید میشکنی یه دقیقه پیرم در بیا قرارم آتل بگیریم مثلا انگوشتای کامبیز نگرفتیم اصلا هم نگرفتیم موزیک چی گوش میدی الان؟ چی باید بگیم الان آخه؟ نسل 48 رپ رو شنیدی؟ علی بیبال مثلا از نسل 48 واقعا میدونی بیبال داریم؟
به خدا بیبال داره واقعا. علی آره. بیبال نه علی شاید نباشه ولی قطعا بیبال داره. شنیدم تو رفته بودی استکهلم. مگه الان استکهلم نیستی؟ راست میگه ما استکهلم. استنفورد بریج مال بسات لیورپول. ببینم هنوز رو زمین بازی میکنم چون من دیگه فوتبال رو پیگیری نمیکنم. چی گفتی؟ من؟ هیچی. فقط بگو با الینا ازدواج نکن. آره خب آخه پاس مریخ میگیره شنیدم. پس ازدواج با بله اون موقع هنوز با جماهیر شوروی دو پارچه نشده بودم. من رئیس دو پارچه اشتباه بزرگ من بود. بعد من اینو بهت نگفتم. من نکاش نمیخندیدم. وای خیلی خفم بود اگر اون که بیشتر میخندم. بریم دو سه. Thank you.